شورای عالی صلح با چهره جدید بار دیگر آغاز به کار کرد. این شورا با آنکه در روند مذاکرات صلح با طالبان در چند سال گذشته هیچ دستاورده نداشته، تغییر مهره‌ها در این نهاد چه درد را دوا خواهد کرد؟ رئیس جمهور غنی امروز در مراسم معرفی رئیس و اعضای شورای عالی صلح تاکید کرده که افغانستان از پاکستان صلح نمی‌خواهد، بلکه خواهان صلح با پاکستان است. اما آیا بعد از این شورای عالی صلح خواهد توانست نقش مؤثر در پروسه صلح با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی داشته باشد و آیا حرف‌های رئیس جمهور با آدرس پاکستان در مسئله صلح چیزی را تغییر خواهد داد؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، و آقای غلام فاروق مجروع، عضو مجلس نمایندگان. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای مجروع، با تغییر چهره ها واقعا میشه صلح در افغانستان تامین شوه و این تغییر خواهد توانست که طالبان را به میز مذاکره حاضر بکنه؟ به نام خداوند بزرگ، برد سلام خدمت شما و همکاران محترم شما، بینندگان نهایت عزیز و همچنان برادر عزیزم جناب میثم صاحب. متاسفانه شورای عالی صلح از بعد و تاسیس تا حال کدام دست آورد محسوسی که بتانه به امنیت افغانستان اثرگذار باشه نداشته. یقینا چهره های مختلفی در شورا آمد و رفت و رئیس قبلی شورا خدا رحمت کنه جناب گیلانی صاحب وفات کرد، قبل از او آقای صلاح الدین ربانی که به صفت وزیر امور خارجه گماشته شد. من فکر میکنم با تغییر در چهره ها و یا مهره ها نمیتونیم ما با صلح دائمی در افغانستان دست بیابیم. صرف در تغییر در سیستم و میکانیزم شورای عالی صلح میتونیم امیدوار باشیم ما به آینده. یقیناً آقای مجروب، حکومت وحدت ملی میگه که اینها بزرگترین دستاورد را دارن، آقای حکمتیار را با پروسه صلح حاضر کردن و اونها در کابل هستن. اولا که آمدن آقای حکمتیار تقریبا او را در آخر از طریق برنامه یا پروسه صلح آوردن. در واقع حرف آقای حکمتیار و نشستایی که با حکمتیار صحبت گرفت و کسایی که همراه حکمتیار به موافقه رسیدن، خود شورای عالی صلح نه بلکه خود شخص رئیس جمهور و بعد پادرمیانی های کشورهای دیگه بود و این شورای عالی صلح در این کدام نقش خاص را بازی نکرد. امیدوار هستم که آمدن آقای حکمتیار به امنیت افغانستان اثرگذار باشه، که تا حال هم ما با آمدن آقای حکمتیار هم کوچکترین تغییری در امنیت افغانستان ندیدیم. یعنی فکر میکنید که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی هم این شورا کوچکترین تحرک را نداشته؟ شورا کدام دستاورد نداشته. صرف همین موضوعی که شما گفتین جناب آقای حکمتیار آمدن، خب طبیعتا از لحاظ سیاسی میتونه برای حکومت افغانستان یک دستاورد باشه، اما از لحاظ نظامی کدام تغییر خاص در جبهات جنگ افغانستان به وجود نیامده و تا حال کدام یک امیدواری خاصی هم مشاهده نمیشه. باورم این است که اگر با همین روی کرده که تا حال داشته شورای عالی صلح پیش بره، هرچند آقای خلیلی یکی از سیاستمدارهای بسیار کارکشته افغانستان هست و امیدواری میده که آقای خلیلی بتانه یک کار معقول و یک روند خوب پیش ببره، اما تا زمانی که در اصل میکانیزم پیشرفت کارهای شورای عالی صلح یک تغییر به وجود نیه، ما خیلی امیدواری پیدا نمیشه که بتانه یک تشکر چی داشته باشه. آقای میثم، آقای مجروع میگن که شورای عالی صلح در 7 سال گذشته هیچ دستاورد محسوس را نداشته و آمدن آقای حکمتیار هم از سوی ارگ صورت گرفته و اینها ارگ بوده که آقای حکمتیار را به گفتگوهای صلح حاضر کرده. به نام یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما جناب وکیل صاحب، همکارانتان و بینندگان محترم. تامین صلح و ثبات در افغانستان یک ضرورت هست، یک نیاز هست، خاصی مردم افغانستان است، خاصی حکومت است و همکاران بین‌المللی ما در واقع که افغانستان را حمایت میکنه، اونا هم طرفدار تامین صلح و ثبات است. حکومت وحدت ملی برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان دو گزینه را در پیش داره. گزینه اول استقرار صلح و ثبات از رهگذر مذاکره و گفتگو و گروه های تروریستی که داخلی که علاقمند به
گفتگو و مذاکره نیستند، علاقمند به پیوستن و پروسه صلح نیستند، محکوم به نابودی است. اما ظاهرا دیده میشه که هیچ گروه مخالفی نیست که حاضر باشه به گروه به گفتگوی صلح با حکومت افغانستان. نه، نمیشه که ما قطعا بگوییم که شورای عالی صلح هیچ دستاورد نداشته، کم و بیش دستاوردهایی را داشته. مثلا از جمله آقای حکمتیار یک مثال بسیار گفته شد، اونا را رئیس جمهور آورده. بالاخره در که طالبان را حاضر ساخته باشه به گفتگوهای صلح کدام دستاورد را داشته؟ بالاخره باز بودن در شورای عالی صلح منجر به ازی شد که یک روزنی برای گفتگو باشه و ممکن است همکاری های از طرف های دیگه هم بوده باشه، اما مستقیما شورای عالی صلح دخیل بوده برای ازی که آقای حکمتیار وارد کابل شود. در 7 سال گذشته این شورا آقای میثم فعال بوده. در 7 سال گذشته کدام جبهه کلان طالبان را شورای عالی صلح آورد به کابل؟ ما گروه های دیگر هم داشتیم، از جمله در مزار یک از قماندانان بسیار برجسته طالبان بودند که با 200 نفر چند قبل آمدند به شورای عالی صلح پیوستند و همونطور که مردم افغانستان میدانند در جا جای افغانستان گروه های خرد و کوچک هستند که به شورای عالی صلح میپیونده. اما این تعهد حکومت افغانستان است گروه هایی که صلح نکنند، مذاکره نکنند. ما باز به رهبران حکومت وحدت ملی، نیروهای امنیتی ما آرام ننشسته، یعنی تلاش بر ازی است کسایی که با صلح نمیکنه اونا محکوم به نابودی هستند. چنانچه که شاهد هستی نیروهای امنیتی ما در جا جای افغانستان شبانه روزی تلاش میکنند که تروریستایی که دشمنان بشریت هستند در واقع اونا را نابود کنند. تشکر آقای مجروب. واقعا مکانیزم مشخص را حکومت داره به خاطر آوردن طالبان به گفتگوهای صلح؟ در گذشته متاسفانه حکومت افغانستان کدام یک مکانیزم معقول به خود طبیعتا یک مکانیزم داره که حال پیش رفته، ولی یک مکانیزم معقول به حساب شده که بتانه به ثبات افغانستان نهایتا ختم شود حال نبوده. گروه های خرد و کوچکی هم که تا حال به روند صلح پیوسته یک از مشکلات شورای عالی صلح همی است که تا زمانی که یک گروه مخالف به دولت میآید بر از نو وعده و نویدهای بسیار زیاد داده می شود و وقتی آمد به دولت تسلیم شد به وقتی که حکومت کار نداره و صلاح از اونا را گرفته اونا را به فراموش می سپاره. همو هم هست که تعداد خیلی از گروه های مسلح هست که آمدن به روند صلح پیوستند ولی وقتی دیدن حکومت افغانستان کوچکترین توجهی به اونا نداره پس رفتن به صف مخالفین دوباره به عنوان مخالف قد علم کردن و یکی از نقیص های بسیار کلان هست که باید اصلاح شود. باورم ایست که با توجه به مصارف بسیار کلان و گزافه که به شورای عالی صلح و به این پروسه صورت میگیره در حالی که مردم افغانستان نان نداره که بخوره باید دستاورت های بهتر می داشت و میره ما اعضای شورای عالی صلح ما ملامت نمی کنم. اصلا این روند یک روند ناقص هست، میکانیزم یک میکانیزم ناقص هست. اونا مطابق با همو میکانیزمی که به اونا ساخته شده یا با هدایاتی که از جانب رئیس جمهور به اونا داده میشه اونا کار میکنن. این به این معنی نیست که ما بگیم کار نکردن. اصلا این میکانیزم از اینا یک میکانیزم خوب نیست، باید این بازنگری صورت بگیره. باورم این است که وقتی مخالف مسلح میای به حکومت افغانستان تسلیم میشه حکومت توجه خاصی بود داشته باشه تا دیگر تشویق شوند بیان به پروسه صلح پیوند. حکومت توجه نداره. وقتی حکومت توجه نمیکنه بر علاوه که این پاس میره به صف مخالفین میپیونده دیگر کسی هم جرأت آمدن به کنار حکومت نمیتونه داشته باشه. این بسیار یک نقیصه کلان هست و حکومت باید این مسئله رو متوجه باشه و در رابطه با سیاست های کلان و حکومت در رابطه بر رسیدن به صلح بعد شورای عالی صلح یک میکانیزم جدیدی را آماده بکنه و ما بریم به یک روند جدید، به یک عملکرد جدید و با یک نوعی از فعالیت هایی که بتانه برای مردم افغانستان برای تامین امنیت افغانستان اثرگذار باشه و مخالفین مسلح دولت تشویق بکنه تا اونا بیان به روند صلح افغانستان بپیوندن. تشکر آقای میثم. حالا امروز رئیس جمهور حرف های را به آدرس پاکستان هم داشتن، چه تغییر را خواهد آورد در آوردن طالبان به پروسه صلح و آوردن پاکستان این که اینجا صلح بکنه با حکومت افغانستان؟ بدون شک چین به عنوان یک کشور تاثیرگذار در سطح منطقه ما امیدوار هستیم که این بار مذاکرات بین افغانستان و پاکستان آغاز میشه. اول اینکه پاکستان ها ای را درک کنه که گروه های تروریستی نه تنها
دشمنان مردم افغانستان بلکه دشمنان ملت افغانستان و پاکستان است و هر از گاه ما شاهد هستیم که هزار دو ملت هزار دو مردم قربانی میگیره. این واقعیت اونو درک کنه و سیاست تروریسم پروری و تعقیب سیاست خارجی از رهگذر تروریسم یک روند ناقص است و یک روند بسیار خطرناک است، میتونه که تهدید بسیار جدی را در کوتاه مدت و بلند مدت متوجه خود کشورهای که از تروریسم حمایت میکنه بسازه. و ما باز هم با وجود از این که در گذشته تا لحظه ای که ما با شما صحبت میکنم متاسفانه پاکستان در امر مبارزه با تروریسم و کشاندن گروه های تروریستی در میز مذاکره از خود صداقت نشان نداده، اما ما امیدوار هستیم که این بار پاکستان از خود صداقت نشان بده و چین هم به عنوان کشور تاثیرگذار خاص ما از چینی است که فشارهای لازم بالای پاکستان وارد شود و همچنان فشارهای جهانی بالای پاکستان وارد شود تا اینکه که اونا وادار شود. که امید داشتن بار بار به پاکستان به یک نحو اونها را هم وادار می‌سازد که با حکومت افغانستان همکاری نمی‌کنه. حالا از گذشته اگر تا اکنون ببینیم هیچ گونه همکاری را نداشته این کشور با افغانستان. ببینین یکی از دستورهای مهم رهبری حکومت وحدت ملی است که ما برای اولین بار چهره تروریست پرور پاکستان در نشست‌های متعدد بین المللی به جهان معرفی کردیم. ما جهان را تا حدود قانع ساختیم که پاکستان هست که در منطقه به تروریسم پروری دست میزنه، پاکستان هست که گروه های را تمویل میکنه، تجهیز میکنه، به افغانستان میفرسته. اما فراموش نکنین آقای میثم تا اکنون علیه پاکستان هیچ اقدام عملی نشده. بالاخره در امریکا به عنوان یک کشور مهم و کشوری که افغانستان حمایت جدی میکنه، ما شاهد بودیم که در سنای امریکا بحث های مطرح شد، جنرال های امریکا بحث‌های را داشتن در ارتباط به اینکه روابطش با پاکستان باید بازنگری کنه و پاکستان به گروه‌های تروریستی کمک می‌کنه. اما مردم چیز دیگر است، مردم می‌خواهند که بالای پاکستان اقدامات عملی صورت بگیره و اونها دست بکشن از خونریزی در افغانستان. تلاش های حکومت هم همی است. ما از یک طرف ناکام بودیم در تلاش جهان متوجه می‌سازیم کشورهای مهم جهانی را، کشورهای قدرتمند منطقه‌ای را متوجه می سازیم که پاکستان به تروریسم پروری اقدام میکنه، اقدام کرده و فعلا همه ادامه میده. و از طرف دیگر خدمت شما عرض کردم که نیروهای دلیر امنیتی ما گروه های تروریستی که در کشور ما فعالیت داره اونا را جای افغانستان نابود میکنه. و از طرف دیگر ما تعهد ناتو را داریم، چند قبل شما شاهد بودین که اعضای ناتو تداوم حمایتشان را از حکومت ملت افغانستان در بخش‌های مختلف خصوصا مبارزه با ایراس افغانان اعلان کردند. سپاسگزارم. آقای مجروب، حالا در هر مجلس حرف از این زده میشه که بالای پاکستان حکومت افغانستان و جامعه جهانی فشار وارد کرده. فکر میکنید که این فشار بسنده است؟ از یک طرف حکومت افغانستان میگه که ما بالای پاکستان فشار وارد کردیم و پاکستان را به نحو منزوی ساختیم و از طرف دیگه هم باز میان به می پاکستان دست دراز میکنن تا اونها صلح بکنه با حکومت افغانستان و طالبان را حاضر بسازه به میز مذاکره. ببینید اول خب باید ما این بگوییم که واقعا نمی حکومت وحدت ملی یک از دستاورداش همی است که تانست حقانیت افغانستان به جهان اثبات بکنه. این الحق و الانصاف که از امو کوشش ها و تلاش های حکومت وحدت ملی محسوب میشه. در ثانی ما به صلح نیاز داریم و صلح گم شده ما هست و ما مجبور و مکلف هستیم که دست راز بکنیم تا اینکه به صلح برسیم. اما پاکستان هیچگاه پاسخ مثبت نداده. اگر اجازه شما فرمایید، اینکه جهان چقدر با پاکستان به فشار وارد میکنه، ما یک کشور ضعیف هستیم و پاکستان در منطقه کشور قوی. همین که ما تانستیم حقانیت خود به اثبات برسانیم، همین که ما تانستیم که امروز آمریکایی ها یا مجلس سنای آمریکا از رئیس جمهور میخواهد که تحریم ها علیه ایران وضع شود، کمک ها ببخشیم به پاکستان وضع شود و چی شود کمک ها از پاکستان قطع شود، این خود میرسانه که حکومت افغانستان بتانسته که بالای پاکستان فشار بیاره. و همین بحث میانجیگری چین به باور ما این بحث چین نیست. چین پاکستان هست که از طریق چین با ما دست صلح دراز میکنه و دلیل هم این است که فعلا پاکستان به یک تقریبا انزوا قرار گرفته، فعلا تحت فشار هست و میخواد یک آرامش به وجود بیاره. در همین مقطع حساس و زمانی میخواد که خود را از همو انزوای جهانی یک بار برهانه
کمک ها بالای از او قطع نشوه، به تحریم مواجه نشوه و نوعی حکومت افغانستان در آرام بسازد، تا ای که با آرامش حکومت افغانستان جهان در رابطه با پاکستان کدام یک تصمیم اتخاذ نکنه. ما خب شاید دیگه دوستا همراه ما هم نظر نباشه، نظر من است که این حرف چین نه، بلکه حرف پاکستان است که از زبان چین بیرون میشه و آمده و میخواهد که به نوعی با حکومت افغانستان به مذاکره بنشینه. اما چیزی که ما میخوایم بگم که به هیچ قیمتی با این نشست صلح به افغانستان نمیره. ما با پاکستان مشکل داریم، مشکل ما چیز دیگر است، حرف ما با پاکستان فعلا چیز دیگر است. تا زمانی که ما روی مشکلات اساسی خود با پاکستان به نتیجه نرسیم، هیچ وقت نه مردم رو بازی بدیم، نه حکومت خود رو بازی بده که ما با پاکستان نمیتونیم به یک سوال برسیم و پاکستان صادقانه در رابطه با قضایای افغانستان عمل نمیکنه. سپاسگزارم. آقای میثم، حالا رئیس جمهور امروز گفتند که صلح در افغانستان در پس درهای بسته ممکن نیست که تامین شود. برای این روند مهم است تا یک گفتگوی سراسری ایجاد شود و یک اجماع ملی هم باید ساخته شود. چرا تاکنون حکومت افغانستان نتانسته که این اجماع را بسازد در بخش صلح؟ خوشبختانه استراتژی 5 ساله شورای عالی صلح هم نهایی شد چند قبل و رئیس جمهور فرستاده شد که چند نکته مهم از را خدمت شما عرض میکنم. یک بحث مذاکره هست که به مذاکره بعد از طبقه بندی خواهد شد و در روند گفتگو و مذاکره سرعت بیشتر داده خواهد شد و بحث اجماع ملی است در ارتباط به صلح که ما در افغانستان اجماع ملی را داریم، یعنی بجز از گروه های تروریستی دیگه تمامی اقشار و طبقات مختلف مردم، اصناف مختلف مردم اینا طرفدار صلح هستند. چی احزاب سیاسی، یعنی شما فکر میکنید که اجماع ملی داره؟ بله بله بله. پس چرا رئیس جمهور میگن که هنوز در این بخش اجماع ملی نداریم؟ خب ما میتونیم که به اجماع ملی رو بیشتر کنیم، اما فعلا اجماع نه ملی... مشخص اجماع ملی اگر هست چرا رئیس جمهور میگن که اجماع ملی وجود نداره و باید در این راستای اجماع ملی ساخته شود؟ ما میتونیم که همگرایی رو بیشتر کنیم، اما همگرایی در ارتباط به آمدن صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با گروه های تروریستی، حمایت از حکومت و نیروهای امنیتی وجود داره. میتونیم که ما همگرایی را بیشتر کنیم و همچنان بحث ترویج فرهنگ صلح که ما بیشتر شورای عالی صلح برنامه‌ای که داره این فرهنگ صلح ترویج کنه تا این فرهنگ صلح تاثیر بگذاره بالای گروه‌های تروریستی که در حال جنگ هستن و اونا آماده صلح و مذاکره با حکومت و ملت افغانستان شوند. تشکر. آقای مجروب، حالا تا زمانی که یک دید واحد علیه دشمن ایجاد نشد از سوی سیاسیون در افغانستان، ممکن است که طالبان حاضر شوند به گفتگوهای صلح؟ حالا یک تعداد طالبان را برادر خطاب میکنند، حکومت میاد طالبان را دشمن خطاب میکنه و به همین ترتیب هر کسی یک تعریف جداگانه از دوست و دشمن دارد در افغانستان. امی متاسفانه تا حال ما به یک دیدگاه واحد نرسیدیم بین سیاسیون افغانستان. حتی بعضی وقتها اتهامات هم وارد میشه به خیلی از کسای بلند رتبه سیاسی، اما آقای میثم میگن که اجماع ملی وجود داره. اگر اجازه بفرمایید، حمایت های وجود داره مردم افغانستان. یعنی شما فکر میکنید که اجماع ملی وجود نداره؟ خب اجماع ملی تا حال وجود نداشته، نمیتونیم بگیم. اما آقای میثم میگن که اجماع ملی وجود داره. آقای میثم، ما باورم این است که اونا منظور از اینا حمایت مردمی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. نه، اونها مشخصا گفتن که اجماع ملی وجود داره و رئیس جمهور کوشش میکنه تا این بیشتر بسازه. ببینید، ما تا حال در هیچ سطح، در هیچ برنامه به اجماع ملی نرسیدیم. ما اصلا نمیتونیم بگیم ما ملتیم. ما تا حال ملت نشدیم، ما مردمیم. وقتی مردمیم، ما چی قسم میتونیم اجماع ملی داشته باشیم؟ ما اجماع به اجماع ملی نرسیدیم و برای رفع مشکل افغانستان یقینا که اجماع ملی ضرورت هست. تمام مردم افغانستان، اقوام مختلف و با هم برادر افغانستان، سیاسیون افغانستان، اما وقتی بتانیم زیر یک سقف بر یک هدف واحد، بر یک هدف واحد به یک اجماع برسیم و همه مردم افغانستان از این اجماع حمایت بکنه، او زمان ما میتونیم بگیم که ما به اجماع ملی رسیدیم. ما حمایت های مردمی را داریم از نیروهای امنیتی و دفاعی، ما حمایت های مردمی را داریم از همین نظام که هیچ کس نمیخواد این نظام سقوط بکنه. این بحثش جداست، اما در رابطه برای صلح افغانستان تا حال ما به اجماع ملی نرسیدیم و امیدوار هستیم که چنین چیزی، و افغانستان سخت به اجماع ملی هم
ضرورت دارد. تشکر آقای میثم. آقای مجروح میگن که حکومت افغانستان در هیچ بخش به اجماع ملی نرسیده. من فکر میکنم ضمن حرمت به دیدگاه وکیل صاحب، وقتی ما از اقوام مختلف، از بخش های مختلف، اقشار مختلف و شهروندان ما از مناطق مختلف همه یک دست و یک پارچه از نیروهای امنیتی حمایت میکنن. اینها هم گفتن که تنها اون چیزی که وجود داره حمایت مردم است از حکومت و نهادهای امنیتی، اما اجماع ملی وجود نداره. وقتی تعددی از گروه های مختلف، اصناف مختلف و اقوام مختلف از بخش های مختلف افغانستان می در خصوص صلح و ثبات افغانستان تلاش میکنه، حداقل دیدگاه واحد داره، دقل طرفدار از این است که صلح و ثبات در افغانستان مستقر شوه و به وجود بیاید. این به معنای از این است که ما یک اجماع داریم، یعنی اجماع یک تجمع جمعیت اگر منظور ما باشه که ما در واقع گروپ های مختلف فعلا در افغانستان داریم که اینا طرفدار صلح هستند و تلاش میکنن که صلح و ثبات در کشور ما مستقر شوه. یعنی در سطح سیاسی هم اجماع وجود داره؟ هیچ شک وجود نداره. ممکن است ما حکومت اپوزیسیون داره، اما آقای مجروح میگن که اجماع وجود نداره در سطح سیاسی. جریان های هست، جامعه مدنی است که ممکن است با برخی عملکرد های حکومت موافق نباشه، انتقاد داشته باشه، اما در امر مبارزه با گروه های تروریستی، آقای مجروح مشخصا میگن که هیچ اجماعی در حکومت وحدت ملی وجود نداره، بخصوص در بخش صلح. من خدمت شما عرض کردم که در خصوص صلح، پس چرا آقای مجروح میگن که اجماع وجود نداره؟ ممکن است جریان های وجود داشته باشه، ائتلاف هایی باشه که با حکومت زیاد موافق نباشه و او انتقادات هم برای اصلاح و بهبود وضعیت است، اما برای اینکه صلح افغانستان به کل مردم افغانستان هماهنگ است. سپاسگزارم. آقای مجروح، حالا همه مردم از حکومت وحدت ملی حمایت میکنند و اجماع ملی هم وجود دارد، شاید تعداد از فعالان مدنی یا کسی مخالفت بکنند؟ آقای میثم میگه وقتی کلمه مخالفت به میان آمد، به معنی عزیز که اجماع وجود نداره. وقتی آقای دکتر عبدالله طالبان را برادران آقای کرزی خطاب میکنه، به معنی عزیز که اجماع وجود نداره. وقتی رئیس جمهور و آقای دکتر عبدالله در هیچ مورد دیدگاه مشترک ندارند، به معنی از اینه که اجماع ملی وجود نداره. وقت معاون رئیس جمهور و والی ولایت بلخ و معاون ریاست اجراییه به نام ای که در حکومت استبداد وجود داره با یک دیگر یک ائتلاف ایجاد میکنند، به معنی از این که اجماع وجود نداره. وقت رئیس جمهور یک مملکت یا هیچ گاه مثلا یک شهروندای کشور را به یک دید واحد نمیبینه، به معنی از اینکه ما وجود نداره. وقتی مردم افغانستان هر روز، شما می تلویزیون رسانه رو ببینین، هر روز مردم شکایت داره از حکومت، این به معنی از این نیست که اجماع وجود داره. شک به این نداریم که همون ما صلح می خواهیم، اما طریق رسیدن به صلح اجماع کار داره. سپاسگزارم. خیلی کوتاه بفرمایید آقای میثم. تفکیک کنیم که یک بحثی حکومت داری است، ممکن است که نظریات مختلف تشکر. مطرح شود در برای بهبودی وضعیت در بخش های مختلف، اما برای آوردن صلح یک دست تمام مردم افغانستان طرفدار صلح و ثبات در کشور ماست. سپاسگزارم آقایان میثم و مجروح از حضورتان در برنامه کنونی ما و تشکر از همراهی شما. همچنان در اخیر هم گزارش کوتاهی ببینید. محمد اشرفانی رئیس جمهور که در مراسم معرفی محمد کریم خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح سخنرانی می‌کرد گفت قیمت جنگ را باید روزانه محاسبه کنیم. رئیس جمهور غنی گفت دیدن آمار تلفات قربانیان دل سنگ می‌خواهد. رئیس جمهور غنی صلح پایدار را در افغانستان مشروط بر دولت قوی و با کفایت، محاسبه دقیق جنگ و صلح، حاکمیت قانون و گفتمان سراسری ملی دانسته و تاکید فرمود که پروسه صلح پشت درهای بسته به موفقیت نمی‌رسد. با گفته رئیس جمهور غنی باید به اساس گفتمان سراسری ملی که موجود به اجماع ملی شود، قیمت جنگ و مزایای صلح محاسبه گردد. آقای غنی گفت که برای تامین صلح باید وضعیت فعلی افغانستان از ابعاد مختلف شامل جنگ دوامدار، تغییر شکل جنگ و عوامل منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. او همچنان گفت از پاکستان صلح نمی‌خواهد. آقای غنی از شورای عالی صلح خواست تا در ایجاد اجماع اجتماعی، سیاسی و امنیتی تلاش کند. او همچنان از تفاوت میان صلح کردن و صلح پایدار گفت و افزود به مراتب جنگ بعد آغاز شده است و به این دلیل
در صلح کردن دقت به کار است. اگر به صلح اشتباه موافقت رسیدند پایدار نمی‌ماند، خرابی می‌آورد و ما به دنبال صلح پایدار هستیم. رئیس جمهور غنی تامین صلح پایدار را از اهداف بزرگ حکومت وحدت ملی خواند. در همین حال محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفت که تنها راه حل برای تامین صلح در کشور مذاکرات بین المللی است. آقای خلیلی در مورد ایجاد اصلاحات در شورای عالی صلح گفت که باید در درون این شورا از استراتژی تا پالیسی و کارکردها و ساختاران بازنگری گردد و امیدوارم این اصلاحات در راستای موثریت، مفیدیت و هرچی بیشتر این شورا صورت گیرد. و همچنین افزود که امیدوارند صلح با تحریک طالبان و دیگر گروه‌های مسلح یک مکانیزم خاص صورت گیرد.